روشنگری تکان دهنده وزیر مستعفی کابینه مالکی، کشتار عمدی تظاهرکنندگان هویجه توسط نیروهای سوات و له کردن مجروحان در زیر خودروهای سنگین نظامی. یک شهروند عراقی، نیروهای سوات وابسته به رژیم ایران آمدند و حتی مجروحین را اعدام کردند. أربعة أيام على شد متسمين بدون لا أكل لا مي، طبعا حتى الكهرباء عنهم، وتجي سوات الإيرانية تعدم كل حتى الجريح الأطفال عدمهم إعدام، الله يقبلها. به گزارش تلویزیون شرقیه، محمد التمیم وزیر آموزش و پرورش عراق که در پی کشتار الهویجه از کابینه مالکی استعفا کرد، در یک روشنگری تکان دهنده گفت آنچه که در هویجه واقع شد چیزی جز یک کشتار به معنای دقیق کلمه نبود. اخباری آمده بود که ارتش مخالف حمله بود و حتی با نیروهای سوات هم درگیر شده بودند، اما این حمله توسط نیروهای سوات انجام شد. من با متحسنین صحبت کردم و گفتم وضعیت خطرناک است و می‌خواهند بازرسی کنند. متحسنین گفتند قبلاً آنها آمدند، بازرسی کردند و حتی کارت آشپزخانه را از ما گرفتند. من برگشتم پیش فرماندهان نظامی و موضوع را گفتم، ولی فرماندهان گفتند دستور آمده که امروز چادرها را برچینیم و ما نظامی هستیم و نمی شود کاری کرد. من مجدداً به نزد متحسنین رفتم و این را گفتم که نیرو زیاد است و کشتار می شود، ولی آنها گفتند هر کاری را قبول می کنیم ولی میدان را ترک نمی کنیم. طرف های مشخصی وجود داشتند که نمی خواستند موضوع مسالمت آمیز حل شود و دستوراتی داشتند که میدان تاسان را جمع کنند. برخی افسران و سربازان لشکر 12 مجروحین را با خودروهای سنگین که این خودروها در میدان می چرخیدند له کردند و اعدام کردند. به گزارش تلویزیون شرقیه، روز چهارشنبه هزاران تن از مردم استان کرکوک شهدای کشتار وحشتناک هویجه را تشییع کردند. از شرقیه گفت شرکت کنندگان شعارهایی در رد گفتگو با کمیته هایی که حکومت مالکی تشکیل داده است سر دادند و در خیابان اصلی در مقابل شورای استان کرکوک ده ها خودرو در میان توده مردم استان، اجساد 34 تن از شهدای هویجه را در میان اقدامات شدید امنیتی پلیس تشییع کردند. به گزارش از شرقیه، بسیاری از اجساد شهدا به دلیل شدت بمباران در شهرستان هویجه تا کنون مفقود است. الله اكبر على الظالم، الله اكبر على الظالم. عم يقولون بروسهم اربع ايام على شد متسمين بدون لا اكل لا مي، طبعا حتى الكهرباء عنهم، وتجي سوات الايرانيه تعدم كل حتى الجريح الاطفال عدمهم اعدام، الله يقبلها. بس والله نثار الحويج على كثار من كل ظالم. بيانيه هاي محكوميه جنايات عليه بشريه در هويجه از سوی دانشگاه الازهر، مهمترین مرکز مذهبی جهان اسلام، اتحادیه جهانی هیئت علمای مسلمین، متحسنین میدان حق در سامرا و کمیته های مردمی کرکوک. دانشگاه الازهر در مصر، مهمترین مرکز مذهبی اهل سنت در جهان اسلام، حمله به تظاهرکنندگان در عراق را محکوم کرد و از دولت عراق خواست تا از فتنه دوری کند. روزنامه الحیات نوشت دانشگاه الازهر در مصر حملات علیه متحسنین صلح‌جو در شهر الهویجه در استان کرکوک در عراق و کشته و مجروح شدن افراد بر اثر این حمله را محکوم کرد. الازهر در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد الازهر از مقامات عراقی می خواهد تا از شیوه گفتگو برای محقق کردن خواسته های مشروع تظاهرکنندگان و متحسنین در میدان ها پیروی کند و از فتنه فرق گرایانه و نژادی دوری بجوید.
اتحادیه جهانی هیئت علمای مسلمین به ریاست دکتر یوسف القرضاوی به حکومت مالکی نسبت به عواقب حمله به متحسنین هشدار داد و جمعه آینده را روز یاری رساندن به عراق در دنیای اسلام اعلام کرد و افزود اکنون زمان آن رسیده است که اقدامات لازم برای حسابرسی از همه کسانی که در این فاجعه دست داشته اند اتخاذ شود و هیچ کس از مجازات جنایاتی که مرتکب شده است رهایی نداشته باشد. هیئت علمای مسلمین نسبت به قصد مالکی برای حمله نظامی به تظاهرات در سایر استانها هشدار داد و تاکید کرد که اتحادیه علمای مسلمین حکومت عراق را از کشتار و جنایت علیه بشریت برحذر می‌دارد و هر گونه حمله به جان و مال و محل‌های عبادت اعم از مساجد و حسینیه ها را حرام اعلام می کند. متحسنین میدان حق در سامرا بعد از کشتار مردم هویجه اعلام کردند ما از مرجعیت نجف می خواهیم به مردم فتوای حمله بدهند و تمامی افراد نیروهای مسلح را موظف به عدم اجرای دستوراتی کنند که از جانب مالکی و دولت وی مبنی بر کشتار تظاهر کنندگان و متحسنین صادر می شود. ما همچنین از مرجعیت و ائتلاف اتحاد ملی می خواهیم یا مالکی را برکنار کنند و یا از او بخواهند استعفا دهد. کمیته های مردم یک کرکوک با صدور یک بیانیه کشتار مردم هویجه و حمله نیروهای نظامی مالکی به میدان عزت و شرف در هویجه را محکوم و اعلام کردند که در حال هماهنگی دائم با دیگر میادین استانهای ششگانه برای پاسخ به این حمله هستند. این حمله بیرحمانه و غیر انسانی منجر به شهادت و جراحت ده ها تن از اهالی شهر هویجه گشت و به دنبال آن از خارج ساختن شهدا و مجروحین از میدان ممانعت شد. مسئولیت کامل درگیری ها بین اشایر و ارتش به عهده آن کسی است که این تصمیم را گرفته است. کمیته های مردمی استان کرکوک خودش را در حالت فوق‌العاده برای هماهنگی دائم با دیگر میادین در استانهای ششگانه به پا خواسته قرار می‌دهد تا در رابطه با این موضوع یک تصمیم واحد را اتخاذ کنند. در همین حال مرجع دینی فاضل البوئیدی جنایت نفرت انگیز دولت مالکی و ارگانهای سرکوبگرش در شهرستان هویجه را محکوم و اعلام کرد با اندوه بسیار خبر حوادث نظامی دردناک در شهر هویجه را دریافت کردیم که قربانیانش از مردم بیگناه عراق بودند. ما این نوع عملیات نظامی را به شدت محکوم می کنیم و ریختن خون عراقیان بیگناه را حرام می دانیم. پیام علامه عبدالملک السعدی مفتی بزرگ عراق در پی کشتار هویجه و بالا گرفتن قیام در عراق. علامه عبدالملک السعدی در رابطه با کشتار هویجه و پیامدهای آن پیام و فتواهای مهمی صادر کرد که توجه شما را به بخش‌های اصلی آن جلب می‌کنیم. پیام اول: ارتش عراق که مرتکب کشتاری خونین و شنی در الهویجه مجاهد شد می‌گویم دائما به شما نصیحت کردم که ابزار نابودی در دست این دولت فرقه‌گرا و ضرر رساندن به مردم عراق به صورت عام و سنی ها و متحسنین در میدان های جهاد به طور خاص نباشید، ولی شما این اقدام شنیع را در الهویجه مرتکب شدید و من به شما ای افسران، درجه داران و سربازان ارتش میگویم که شما خداوند را خشمگین کردید و فرماندهانتان مالکی و یارانش را راضی کردید. ما جنایتکاران در بین شما را در فلوجه، دیالی، موسل، کرکوک و الهویجه افشا خواهیم کرد و از سوی همه مردم عراق در تمامیتش به مجازات عادلانه خواهند رسید
و راه نجاتی ندارند. پیام دوم: به مردان، جوانان، روحانیون، شیوخ عشایر و فرهنگیان متحسن تکرار می کنم که تا زمانی که نیروی مسلح مسالمت آمیز عمل می کند خیشتنداری کنید و اگر آنها به روی شما آتش باز کردند زمین را زیر پاهای آنها به آتش بکشید و با شجاعت و قدرت از خودتان دفاع کنید، چرا که دفاع از نفس بر هر فردی واجب است و کسی که در حال دفاع از خود کشته شود شهید است. خداوند تعالی می فرماید در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید. دفاع از نفس بر هر فردی واجب است، با شجاعت از خود دفاع کنید. خودروهایی که علیه شما استفاده می شود و هر آنچه که در آن است را به آتش بکشید. پیام سوم: خطاب به افسران و سربازان می گویم سلاحتان را به زمین بگذارید و به شرافتمندان در میدانهای تحصن بپیوندید، همانطور که برادران شریفتان در ارتش سوریه و بعضی از سربازان شریف عراقی انجام دادند. دولت عراق نمیتواند شما را از عذاب خداوند در آخرت و انتقام خانواده های قربانیان و شهدایی که از دست دادند نجات بدهد. پیام چهارم: به آقایان مراجع مذهبی شیعه در نجف اشرف و کربلای مقدس و سایر استانهای عراق، قربانیانی که در میدانهای تحصن رها شده اند فرزندان و برادران شما هستند، هرچند که در مذهب و گرایش ها با شما اختلاف داشته باشند. شما را سوگند می دهم که علیه این ظلم شکایت کنید. قدر و شأن برجسته علمی شما ایجاب می کند که به چنین مواضعی رضایت ندهید. راه حل این مشکل تغییر قوه مجریه و رئیس آن با یک فرد عراقی شریف و وطن پرست است که عراق تحت ریاست او به ثبات برسد. پیام پنجم: به عشایر عرب در جنوب میگویم من مطمئن هستم که شما به خونی که از عراقیان بر زمین ریخت رضایت نمیدهید. به شما میگویم که بین خون شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان و عرب و کرد فرق نگذارید. فرزندان نظامیتان را از اجرای اوامر دولت و یا فرماندهانشان برای کشتن مردم عراق از هر مذهب و دینی که باشند منع کنید. درگیری های مسلحانه در مناطق مختلف شمال و غرب عراق، کنترل سلیمان بک توسط عشایر مسلح، اسوسییتد پرس، سرکوب هویجه روی جنبش اپوزیسیون گدازان عراق نفت ریخته است، نیویورک تایمز، یک سوریه جدید. تلویزیون الجزیره در گزارشی با عنوان بحران هویجه به سرعت بالا می‌گیرد گفت در بازتاب کشتار هویجه و عکس العمل مردم و عشایر سلیمان بک، این منطقه از عصر روز چهارشنبه تا کنون صحنه جنگ بود. شاهدان صحنه می‌گویند که نیروهای تقویتی نظامی تلاش می‌کردند از بغداد به کرکوک و به منطقه هویجه بیایند. سلیمان بک در مسیر بین بغداد و هویجه است، ولی عشایر اقدام به تهاجم به این نیروهای تقویتی نظامی کردند
که باعث شد نیروهای ارتش عراق شدیداً عکس العمل نشان بدهند و در سلیمان بک با شدت برخورد کنند. معاون رئیس شورای شهر سلیمان بک گفت هلیکوپترها منطقه را بمباران می کنند. صدای انفجارها شنیده می شود. او گفت که صدها خانواده از منطقه کوچ کردند. ده ها تن کشته و زخمی شدند. یکی از اهالی منطقه به ما گفت سلیمان بک در حال حاضر تحت کنترل افراد عشایر است و نیروهای ارتش از دیروز تا کنون نتوانستند به این شهر وارد شوند. الجزیره در گزارش دیگری گفت نیروهای عشایر مسلح اعلام کردند به دنبال تسخیر مرکز پلیس و مواضع ارتش شهر سلیمان بک را به تصرف خود درآوردند. همچنین در روستای ریاض در جنوب غرب کرکوک عشایر مسلح مرکز پلیس را تسخیر کردند. تعدادی از مواضع نظامی در این منطقه توسط افراد مسلح تصرف شد. گزارش الجزیره حاکی است که علی شاکر فرمانده نیروهای ویژه سوات که در تهاجم به میدان هویجه شرکت داشت توسط نیروهای مسلح مردمی از پای در آمده است. تلویزیون الجزیره در گزارشی از تحولات پس از کشتار هویجه گفت حوادث هویجه کلیه میدانهای تحصن را به جوش و خروش در آورد و سقف درخواستهای متحصنین را بالا برد. سقف آنها این بار این بود که آنها اجازه نمی دهند که نیروهای وابسته به حکومت بغداد در مناطقشان از موصل تا تکریت و سامرا و حتی تا رمادی و فلوجه بمانند. مهلت داده شده از سوی متحصنین به این نیروهای نظامی حکومتی بسیار کوتاه است. آنها فقط از دو روز صحبت می کنند که ارتش و پلیس فدرال باید از مناطق آنها خارج شوند. عشایر از بیش از 200 عملیات علیه نیروهای دولتی در این دو روز صحبت می کنند. از جمله این که حرکت ستونها و هلیکوپترها را هدف قرار داده اند. و فی مناطق اخرى منع تحرک الارتال العسکریه فی مناطقهم و حصلت اشتباکات على نطاق واسع. الجزیره در گزارش دیگری گفت دکتر عیاد علاوی رهبر العراقیه کشتار هویجه را جنایتی که حکومت مالکی علیه قیام کنندگان بیدفاع مرتکب شده به شمار آورد و گفت 86 نفر در الهویجه شهید شدند. این رقمی است که سازمان ملل به ما داده است. پس از این کشتار موضوع استمرار و حضور در این کابینه به هر شکلی از اشکال برای ما مطلقاً قابل قبول نیست و ما شریک چنین دولتی نخواهیم بود. كان من اقرب الناس الى السيد المالكي لكن ايران وقفت وقالوا بملء الفم انه نحن لن نسمح بالعراقيين ان تستمر. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد با وجود 100 کشته طی درگیری ها محوری ترین لحظه عراق بعد از خروج نیروهای آمریکا در دسامبر 2011 در حال شکل گرفتن است.
طلال یونس یک صراف 55 ساله در موسل روز چهارشنبه گفت همه احساسشان این است که عراق به یک سوریه جدید تبدیل می شود. این خبرگزاری افسود سرکوب توسط نیروهای نظامی حکومتی علیه تحصن شهر هویجه در روز سه‌شنبه ناآرامی اخیر را جرقه زده است. سرکوب هویجه روی جنبش اپوزیسیون گدازان عراق نفت ریخته و موجی از درگیری‌های بعدی را ایجاد کرده است. طلال الزبیعی یک قانونگذار سنی از اپوزیسیون العراقیه حوادث این هفته را یک لحظه محوری و کلیدی عراق خواند و گفت جنایت در هویجه نشان داد که ارتش به ابزاری در دست مالکی تبدیل شده و برخی معتقدند تنها راه حفاظت از خودشان مسلح شدن است. نیویورک تایمز گزارش داد مقامات گفتند در چیزی که به نظر می رسد یک مرحله جدید در درگیری های عراق است، ارتش عراق از هلیکوپترها به مردان مسلح سنی که در یک روستای شمالی مخفی شده بودند شلیک کرده که حداقل 27 نفر کشته و 10 نفر مجروح بر جای گذاشت. در سلیمان بیک نیز هلیکوپترها به مردان مسلح سنی شلیک کردند. قیام سنی ها که اکنون به خشونت گراییده بیانگر یک چالش مهم برای نوری مالکی نخست وزیر عراق است. در عراق دولت مرکزی در کنار دولت سوریه و بزرگترین متحد آن یعنی رژیم ایران قرار گرفته، در حالی که سنی ها در طرف شورشیان هستند و اکنون به نظر می رسد آنها با بقای سوریه برای به چالش کشیدن دولت خود اعتماد به نفس به دست آورده اند. یک سخنگوی تظاهر کنندگان گفت ما شروع به جمع‌آوری پول از رهبران عشایر و مدنی برای خرید سلاح و مقابله با ارتش کرده ایم. یک شیخ و امام یک مسجد در رمادی که در گذشته یک صدای مدره بود گفت ما اعتقاد خود به دولت را از دست داده ایم. اکنون بیشتر مردم علمبار سلاح حمل می کنند. در تحول دیگر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده منطقه حسینیه در شمال شرق بغداد را لرزاند. الشرقیه ضمن اعلام این خبر گفت بر طبق خبرهای اولیه این انفجار 14 کشته و مجروح بر جای گذاشت.